جناب استاد، من یه سوال البته پیرامون همین بحث. ما انرژی نوع چهارم که نشأت میگه از شارژ انرژی ذهنی که تو بحث فرادرمانی توی دانشگاه شما مطرح کردین، اینا چجوری الان میتونیم تطابق بدیم؟ اون شارژ انرژی ذهنی الان میاد خودش میتونه بیماری ایجاد بکنه؟ خب اینجا بحث اینه که دیگه خبر خوب، بعدش طرف مثلا میبینه که شارژ انرژی ذهنی میتونه یک سکته ای هم اتفاق بیفته، مثلا یه بله رو نخواهد. خبر خوبه که خوب، خبر خوبه. خب بعضی ها ظرفیتش ندارن دیگه. حالا حالا اون خبر خوب یه موقعی در واقع دوباره اون هم میتونه خارج از ظرفیت و خارج از این چیز باشه، بعد به اون خبر خوب بازی سکته قلبی میشه. یعنی هیجان مثلا بیماره قلبی رو میگن آقا خبری که هیجان داشته باشه مثلا نیاریم بدین، حالا خبر خوب خبر بد، چون یه دفعه فشار خونش میره بالا، یه دفعه اتفاقاتی به اصطلاح ممکنه به اصطلاح بیفته. ولی در قالب موارد مثلا خبرهای خوب معمولی خب بس. در اون بحث کنترل دشارژ میخواد به اصطلاح از اون ورود به فازی که از ورود به فازی که در واقع آسیب در اون فاز ما آسیب پذیر میشیم و بحث این انرژی های پتانسیل مختلف رو شامل میشه و به ما لطمه وارد میکنه رو به طور کلی تحت یه پوششی قرار بده. بله.